دست مامانت گوشید. یو بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش برگشتید به کانال خودتون با برنامه رپ حواشی دیگه. بعد از چند روز برگشتیم به خونهاتون که ببردازیم بی اتفاقات خیلی جنجالی که چند روز داره به وجود میاد، به همشون میخوام بپردازیم. لایک ویدیو کلن فراموشتون نشه و لطفاً سابسکرایب کنید ناموسن. بریم برای این رپ حواشی. خب همون جوری که چند روز پیش این اتفاق افتاده بود که حسین تویی اومده بود و دیدار کرده بود با رضا پیشرو و عکسای ازشون اومده بود، تو ویدیوی قبلی هم گفتیم، و اومد یه پست کامیونیتی گذاشت و گرفت ملتفت و گفتش که من تک شما همه اگه بخواید با اگه داستان نباشه با پیشرو میام. یکی ریپلی میکنه روی حسین تویی بعد این داستان، میگه که اینا رو ولش کن، فیت بین سروش هیچکس رو اوکی کن. که حسین تویی هم جواب خیلی جالبیو میده و جواب امیدوار کننده ایو میده که با هم میخونیم. شخصی از تویی پرسید شما سعی کن رضا و سروش رو به هم برسونیم، بهترین اتفاق تاریخ رپ فارسیه. تویی هم گفت اونم به وقتش اتفاق میفته، اصلا از کجا میدونید هنوز نشده. هیچکس و پیشرو اگه جفت بشن رپ فارسی میرسه به اوج بسن. اتحاد رو بسپریم به من حله، چون من و رضا حسین سروش قلبی به هم وصلیم و امیر ورژن مغز سالمش. و اضافه کرد که به زودی دور هم جمع میشیم. حرفای تویی خیلی امیدوار کننده است و میدونیم که تویی واقعا میتونه، یعنی از لحاظ منیجمنت خیلی خوبه و خب محصلش هم دیدیم که توی ترک حله همه رو جمع کرد. یکی دو ماه اون اتفاق افتاد، ولی خب عجیبتر از اون اینه که اومد یه شاتی گذاشت و عکسای دو نفریش با حسین و رضا پیشرو و خیلی جالب با ام جی و سوریشی چس رو منتشر کرد و زیرش هم نوشت رپ فارسی برق بود و ماها ادیسون، از ما بکنید تشکر سرخپوستی. رضا پیشرو هم توی یه اتفاق خیلی سورپرایز کننده اومد و میمه خودش که خیلی هم معروف شده با اون لباس نارنجی و به صورت NFT برای مزایده گذاشت برای یه تایم خاصی، حالا طبق همون مراحلی که داره. و خیلی جالبه که کسایی که اومده بودن حالا پیشنهاد داده بودن و خب براتون میذارم، یکی از اون افراد صادق بود که فکر میکنم خب به اتریوم دیگه، فکر میکنم اولین قیمتی که صادق پیشنهاد داده بود 180 تومن بود، بعد یه فرد دیگه دوباره اومد بالاتر، بعد دوباره صادق بالاتر که قیمت داد، ولی در نهایت بعد اون تایمی که قرار بود که مزایده تموم بشه، شخصی که خیلی هم پیگیر بود اومد و به قیمت 280 میلیون به پول ما میشه این NFT رو تهیه کرد و خیلی خبر جالبی بود. در ادامه هم خب میدونیم دیگه رضا پیشرو الان دبیه و برای موزیک ویدیو مثل که رفته، یعنی میدونستیم دبیه، پیش تویی هم عکس ازش اومده بود بیرون، ولی یکی دو روزه که ازش شاتای دیگه اومده بیرون که در حال فیلم برداریه و داره موزیک ویدیو میگیره. علی اوج هم هست، تیکایی از ویدیوهاشون اومده بیرون و شاتاشون و چقدرم میتونه خفن باشه و بترکونه و خیلی خوشحال کننده است که در ادامه براتون هم شاتای اتریوم ها و پیشنهادهای میمشو براتون میذارم NFT شو و شاتا و تیکایی از ویدیوی موزیک ویدیوشون با همراهی علی اوج که لذتشو ببرید. خب تو تایمی که قرار بود این مزایده صورت بگیر و NFT فروش برسه، همون اول ساعتهای اول سروش هیچکس اومد یه حرکت خیلی خفنی کرد که خیلی سال هست که یعنی واکنشی نسبت به رضا پیشرو نداشته. میدونیم که بینشون مشکلی نیست، تو ترکیه با هم چند سال پیش قرار گذاشتن، همدیگر دیدن، بیفا تمام شده. رضا پیشرو همیشه اون ریسپکت تو ویدیو و همه چی داشت نسبت به هیچکس، ولی هیچکس واکنشی نداشت و اومد NFT رضا پیشرو رو توییت کرد و در ادامه فکر کنم کسی ازش میپرسه یا حالا چی میشه، میاد یه توضیح درباره رضا پیشرو میده و
خیلی از قدیما میگه سختیایی که کشیده و میگه اگه مثلا ایران این داستانا توش نبود، رضا خسرو خیلی میتونست بیشتر پیشرفت کنه و دیده بشه و خلاصه ریسپکت خیلی خفنی میده به رضا پیشرو. رضا پیشرو هم میاد و ازش تشکر میکنه که همه اون واکنش ها رو با هم میبینه. سوریش هیچکس بعد اینکه حمایت کرد از NFT رضا پیشرو در توییتر نوشت NFT مشکل داری. البته این ویدیو از رضا پیشرو که میم شده در آن واحد هم خیلی خنده است هم خیلی ناراحت کننده. رضا مثل خیلی های دیگه سختی های زیادی رو تحمل کرده تا بتونه به فعالیتش ادامه بده، سختی هایی که مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی باعثشون بوده و هست. رضا اگر در ایران آزاد به دنیا اومده بود هیچ وقت لازم نمیشد این همه سختی رو تحمل کنه. میتونم به حرفم ادامه بدم ولی برای یک میم که خنده‌دار هم هست نمیخوام اوقاتتون رو بیشتر از این تلخ کنم. که بعد اونم رضا پیشرو به این مدل تشکر خودش از سوریش هیچکس اعلام. خب تو این چند روزه تو این درگیری که بین پوری و ملتفت اتفاق داره میفته و تا الان 8 تا دیس منتقل شد و فکر میکنم امشب دیگه نوبت شاپوره که بیاد و دیسفک یعنی نهمین ترک رو بده و دیسفک جدید خودش رو بده. درگیری هم داشتیم بین زیرو تونی وانکید و آدروید و ایسین، که ایسین و آدروید همیشه بلند واکنش نشون میدادن به زیرو تونی وانکید و زیرو تونی وانکید تا جایی که میدونم هیچ وقت جوابی نمیداد مخصوصا به آدروید، ولی اومدن و یه دفعه یعنی تو از این داغی بازار حالا نمیدونم شاید درست میگم یا نه استفاده کرد و البته از طرف زیرو تونی وانکید و اومد و واکنش هایی به هم ایسین هم به آدروید نشون داد. ولی چون آدروید در انتها اومد و دیسترکی به نام فکج منتشر کرد که به نوع خود خیلی جالب هم هستش، لینکشو میذارم بتونید گوش بدید، کلکلی بینشون شد توی تلگرامشون، پیامایی رد و بدل شد، ویدیوهایی از هم گذاشتن و وایسایی دادن که خیلی جالبه، واکنشا رو میریم با هم میبینیم. اون یکی از 2012 از زمان آمفی‌تئاتر میتینگ داره کاسبی میکنه، 10,000 تو ویدیوهاش نشون میده. اون یکی که من تا یادمه داشته بهم دیس میداده هیچی نشده. اون یکی هم که از زیر تخمای من اومده والا خایمال من بوده. من نمیدونم چرا همیشه آدمای کیری مثل شما گم میخورن. ببین اصلا تو تا صبح بگی فکت فیلانه، عکس پخش کنی، فیلان کنی، نه پولی، نه کریری، نه هر چی تو حساب کنی روی تخمای منم نیستید. میدونی به چی میگم؟ هیچ کدومتون اینایی که گم میخورید. تمام. حالا خر کاسم سین بچه‌ها میمونی افتادی مثلا من میشناسم تو رو دیگه، مرده کونی من تو رو میشناسم، کس کشننه تو همون آدمی هستی که اومده بودی تو دایرکت من خایمالی میکردی دنبال شماره تلفنت مامان محمود میگشتی، کس کش تو دنبال این بودی بپرسی اسم تو شناسنامه مامان محمود چیه، مثلا محمود خواهر داره مثلا اسم خواهرشو بدونی. تو انقدر پلش رو بچه سالی چونی تو دوره ابتدایی هنو اسکل راهنمایی هم نخوردی زمینانو، تو کیری بونجلی دنبال بچه بازی عکس پخش میکنی مثلا عکس بچگی عکس این ور عکس آخه کونی مرده. من به دیشب هم گفتم تو عکس 10 سال پیش منو بذار خب بغل مثلا مقایسه کن، عکس همین امشب خودتو بگی مقایسه کن همین الان، یه عکس بگی کسکش نیمروخ هم وایسا ناموسا فکت از دوربین میزنه اونورتر کسکش نه کادر میزنی خارج میشی. خیلی خوب سن خاک بو خوردم که سنس بعد نشه اسم محمد مهندس معروفه دست مامانت گوشید به گوشو بزن گوشو خب همونجوری که مطلع هستید آلبوم مشترک بین مراتیدن و شایع قراره که به زودی شاید تو همین ماه منتشر شه به نام پیتزا، که جعفری اومد یه استوری زد و نوشت خبر آمد خبری در راه است و به خیر تهران، رویدادهای بزرگی در راه برای اولین بار. بعد این استوری متوجه شدیم که مثل اینکه قراره که کنسرت مشترکی داخل تهران دیدن داشته باشه با شایعه که خیلی خبر خوشحال کننده ای و همه بهش واکنششون داد و تو رسانه ها کلن این خبر خیلی وایرال شد و به زودی احتمالا کنسرتی از این دو نفر داخل تهران داشته باشیم. بچه این بود از اتفاقات و حواشی این چند روزه رپ فارسی که
سعی کردم براتون پوشش بدم. امیدوارم که این برنامه خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو و سابسکرایب فراموشون نشه. هر 4-5 روز یه بار میاییم و پوشش میدیم اتفاقات خفن رپ فارسی و تا دیدار بعد و رپ حواشی دیگه. خدا نگهدار، به امید دیدار.